یه کسی تو اداره پست گفت من مأمور چک کردن نامه های سالم از مشکل دار بودم، تمره نداشت، آدرس فرستنده نداشت، آدرس گیرنده نداشت، درش باز شده بود، هر نامه ای مشکل داشت جدا میکردم، نامه هایی که هیچ مشکلی نداشت رو پست میکردم. گفت یه رو داشتم نامه ها رو جدا میکردم، یکی یکی مرور میکردم، رسیدم به یه نامه ای، دیدم تمر داره، آدرس فرستندش هم درسته، آدرس گیرنده نوشته برسد به دست خدا. خنده مونگه، من این نامه رو بندازم تو مسجد دیگه برسه به دست خدا. میگو بیه به قول مشهدی یا کخمون گرفت نامه رو واکن میدیم چیه؟ آخه کدوم دیوونه ای برای خدا نامه نوشته؟ خدا که نامه نمیگردن که هم تو باید بگی. گفت نامه رو که با کردم دیدم یه پیر زنیه نوشته آخ خدا، من پیر زن 70-80 ساله هم، شوهرم مرده، مثل بچه دارم نیستم، یه 100 دلاری داشتم تو کیفم، خارجی این قصه، بعد کیف قاپا و کیف زنا کیفم رو قاپیدن پری روزو، 100 دلاری من رفت. هفته آینده 2 مهمون دارم، خیلی رو درواسی دارم، کسی هم من به کی بگم به من کمک کنه؟ آه خدا، من آبروم در قدره، نخوا من پیر زن با گیس سفیدم خجالت بگیر. دیدم یه خدای مهربون دارم، نامه برات نوشتم، 100 دلار به ما بده ما این مهمونیمونو بگذرونیم، برج دیگه حقوقمون میرسه، مشکلم حل میشه. میگم من دلم سوخت، گفتم میگیرم این ننجور خودمون، میگیرم این بیبی خودمون، میگیرم این مادر بزرگ خودم. نامه رو برداشتم اومدم پیش کارمندای پست همکارا، گفتم هنچی نامه یه پیرزنی رو ساده که خودش برای خدا نامه نوشته، خدا هم مسبب الاسباب دیگه، به دل من انداخته واکنم بخونم، مشکلی پیرزن حل شه، هر کی هر چی پول تو جیبشه بریزه بیرون ببینم. تمام چرا دلشون سوخت، هر کی هر دلار تو جیبش بود، من 97 دلار جور شد، 100 دلار نه 97 دلار. ما هم پست کردیم بود حالا 97 دلار هم خوبه دیگه، حالا 3 دلارش نباشه تو خوشحالم. خدایا از همه ما به شایسته قبول کن، ما دل یه پیرزن رو بگو شاد کن. خب یه هفته گذشت، دو هفته گذشت، سه هفته گذشت، ماه بعد دیدم دوباره یه نامه هست، نامه ای به خدا برسد از اون. گفتم همین پیره زن با کردم، دیدم آره خودشه، نوشته آ خدا قربونت برم، من میدونستم به دادم میرسی، من میدونستم مشکلم حل میکنی، تو خدای مهربونی، اما خدایا داد من، انتقام من از این اداره پستیا بگیر، 100 دلار تو فرستادی، 3 دلارش اینا دزدیدن. این بدبینی بده. خدا اینجوریه. خدایا ما را از خواب غفلت بیدار کن.